بنای غولآسایی که این روزها خبرساز شده و ابهت کوههای آهار را نیز شکسته. امروز به همراه مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست به نزدیک این بنا رفتیم. برگ تشخیص ما که در سال 54 اینجا ملی تشخیص داده شده. این هم نقشه اجرا مقررات ماست که این محدوده جانمایی شده، محدوده تصرف این آقا اونی که 3000 خورده ایه 3889 متر. جواز رو از شهرداری اخذ کرده، بدون اینکه شهرداری از ما استعلام بکنه. خب جواز به نام متصرف صادر کرده. داخل اراضی ملی یا مستثنیات هم باشه، خارج از مناطق تحت مدیریت محیط زیست، یعنی مناطق حفاظت شده می باشه. در اینجا سازنده در سال 84 برای این زمین سند مالکیت به اسم خود دریافت می کند و به محض شروع ساخت در سال 93 پرونده قضایی در منابع طبیعی تشکیل می شود. ما هم در سنوات گذشته درخواست سند کردیم، ولی خب متاسفانه اداره ثبت تاکنون به ما سند مالکیت رو نداده به نام دولت. پرونده رسیدگی شده، بعد ارجاع شده به کارشناس رسمی دادگستری، اعلام کردن که این اراضی ملیه ولی متصرف داره سند مالکیته. خب قاضی محترم هم با توجه به اینکه متصرف داره سند مالکیت بوده، قرار منع تعقیب صادر کرد. ما یه رأی ود رویه داریم که میگه نیاز نیست حتما ما سند مالکیت داشته باشیم. همین که منابع طبیعی اعلام میکنه بر اساس برگ تشخیص و آگهی که آگهی میشه اون برگ تشخیص اعلام میکنه جای ملیه، دیگه نیاز نیست حتما ما سند مالکیت رو حتی بگیریم. یعنی دادگاه ها باید اینو قبول کنن. در این حال وجود ساخت و سازهای دیگر در کنار این بنا نیز برای ما سوال شد. 11 تا پرونده تشکیل دادیم تو منطقه گوگدره اوشان که یک کدوم از ویلا رو که اون بالا هستش تخریب رأی گرفتیم و در مرحله اجراست که اجرایش از دادگاه صادر بشه باید اجرا بشه. بقیه پرونده هم در مرحله رسیدگیه. در ادامه نیز برای بررسی های بیشتر به شهرداری فشم رفتیم. به شهرداری فشم مراجعه کردیم اما این شهرداری پاسخ. سلام دوست من، امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. لطفا کانال ما رو سابسکرایب کن، برای ما کامنت بگذار و این ویدیو رو لایک کن.